خدا رو شکر بنده کشیش هارمیک نوروزیان هستم در کالیفرنیا در گلندل خدمت میکنم و در وست کالیفرنیا اونجا کلیسایی داریم جماعتی داریم با هم خدا رو خدمت میکنیم من اونجا به زبان ارمنی موعظه میکنم اما عیزانی هم داریم که ایرانی هستند بین ما هستند و با قلب باز پذیرای همه عزیزان هستیم که بیان و کلام خدا رو بشنوند اما در این فرصتی که کشیش رسول هیدری مهیا کردند و برای شبکه امید جاودان خدا رو شکر میکنم خوشحال هستم که میتونیم با پیغام های روحانی باعث بنای ایمان شما بشیم و شما را خدمت کنیم من در ارتباط با پادشاهی خدا صحبت کردم و میخوام این مطلب را ادامه بدم پادشاهی و ملکوت خدا هسته اصلی پیغام عیسی مسیح بود و هست و پیغام کلیسا مطلب اصلیش گرچه آمرزش و توبه و نجات معیزه میشه ولی هدف اصلی برقراری پادشاهی خدا بر قلبهای مردمه این مطلب که پادشاه آمده تا ما در اون پادشاهی سهیم باشیم پیغامیه که در کل کتاب مقدس موج میزنه من امروز میخوام در ارتباط با هدف خلقت و آنچه که خدا برای خلقت انسان در نظر داشت همین مطلب را مرور کنیم ببینیم که ما برای حاکمیت برای پادشاهی و برای حکومت حکومت کردن خلق شده ایم. خدا آدم و هوا را خلق کرد در پیدایش باب یک اونجا میخونیم که خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید سازید و در آن تسلط نمایید بر ماهیان دریا پرندگان آسمان و همه حیواناتی که بر زمین می حکومت کنید این چیزیه که تدارک خداست حکومت کنید خدا ما را برای حکومت کردن خلق کرد تا حاکم بشیم وقتی آدم و هوا در باغ آدم بودند شیطان پیوانات را مورد آزمایش قرار نداد یا اون را وسوسه نکرد به سراغ آدم اومد چرا؟ چون آدم حاکم بر تمام موجودات مقرر شده بود و با فریب دادن آدم آدم و هوا خواست حکومت اقتدار اونها رو از اونها بگیره که موفق شد و به این طریق اقتدار حکومت را از آدم هوا گرفت و خودش شروع کرد از طریق حکومت بر انسان ها بر تمام این دنیایی که خدا خلق کرده بود که آدم و نسل آدم بر اون حاکم شوند شیطان بر اون تسلط را ایجاد کرد و بر اون مسلط شد با فریب دادن آدم و هوا آدم و هوا حکومت را از دست دادند و وقتی این حکومت را از دست دادن تحت سلطه شریر رفتند و نتایج تمام کارها این بود که گناه لعنت همه جا را فرا گرفت و انسان زیر لعنت رفت و انسان آلوده به گناه شد و خدا گفته بود که اگه گناه کنی خواهی مرد برای آدم گناهکار مرگ مهیاست و به این طریق انسان محکوم به مرگ و فنا شد اما عیسی مسیح اومد تا این حاکمیت از دست رفته را به انسان برگردونه برای همین کار اصلی سای مسیح که او انجام میداد آن چرا که شیطان خراب کرده بود یا ربوده بود یا دزدیده بود اومد تا اون را به انسان برگردونه و این اصلی ترین و بنیادی ترین کاری ایسای مسیح بود که با برگردانیدن موقعیت با آدم و هوا اونها رو حاکم بر شرایط بسازه و به این طریق او اومد حکومت خودش مستقر کرد و ما هم در کنار ایسای مسیح پادشاهان می پادشاهان که با او هم همکاری میکنیم و به این طریق ایسای مسیح آمد تا گناه را برداره کاملا گناه را از برداشت و اومد و انسان را به حاکمیت اولیه برگردد برای همین وقتی ما به کار ایسای مسیح نگاه میکنیم و همون در بعد به خدمت خودش با شریر مواجه شد شریر اومد و ادای پادشاهی کرد ادعا کرد که اگه با من همکاری کنی مرا بپرستی تمام این حکومت ها رو به تو میدم. او این حاکمیت را از آدم و هوا دزدیده بود و فریب داده بود و به این طریق ادای پادشاهی کرد و حکومت کرد و واقعا حکومت هم دست او بود چون قانونا این را از آدم و هوا گرفته بود عیسی مسیح با مواجه شدن به او با او او جسم انسانی گرفت و اومد تا با اطاعت از خدا و مخالفت و ایستادگی در مقابل شیطان و قربانی شدن برای گناه همه انسان ها گناه اونا را کفاره کنه تا به این طریق شرایطی ایجاد بشه تا انسان بتونه کاملا از شر گناه آزاد بشه و بتونه با عیسی مسیح اون حکومت از دست رفته را به دست بیاره میدونید شیطان از آسمان نازل افتاد از تخت سلطنش که در آسمان در حضور خدا بود افتاد و شیطان فکر کرد که تخت خودش رو بالای تخت خدا بذاره و در آسمان بود اما انسان در آسمان نبود او بر زمین بود از اونجا حکومت و اقتدار خودش از دست داد و عیسی مسیح رو به همون اقتدار برمیگردونه برای همون در مکاشفه میگه که آنانی را که به خون خود خرید و پادشاهان و کنه ساخت آنها بر زمین حکومت خواهند کرد و برای همین برنامه خدا اینه که انسان بر زمین تا به ابد حکومت کنه زمین احیا خواهد شد تمام آلودگی ها لعنت ها برداشته میشه آسمان و زمین جدید ظاهر میشه و انسان تازه شده تا ابد در اون حکومت و پادشاهی خواهد کرد با پادشاه خودش عیسی مسیح و به این طریق ما برای حاکمیت خانده خلق شده ایم و در نهاد ما این حاکمیت است و برای همین ایسای مسیح آمد تا این موقعیت را به انسان برگردونه تا او بتونه باز به حکومت خودش برگردونه شیطان اومد اون اقتدار را از ما گرفت پیامد اون بیماری ها، لعنت ها، گناه، درد، رنج، غم، غصه همین ها گریبانگیر انسان شد به خاطر پیروی از شریر و تسلیم وسوسه بس او شدند ویسای مسیون بهای بزرگ را پرداخت آن بهای بزرگ را پای صلیب پرداخت تا این موقعیت از دست رفته آدم را به او برگردانه و ما را احیا کنه و ما را به پادشاهی خودش در پادشاهی خودش مستقر کنه یه یا تمید دنده وقتی معیزه میکرد اعلام کرد وقتی ایسا را دید گفت اینک بره خدا که گناه جهان را بر آ آه این مسئله بسیار مهمی بود که بره خدا بره خدا که گناه جهان را بر میدارد آه او اومد تا گناه جهان را بردارد و آمرزش را برای سال مهیا کند و او را به پادشاهی و حاکمیت برگردانه که همانطور که ارز کردم در کتاب دانیال میگه این حکومت به قومی دیگه منتقل نمیشه رشد میکنه و تمام ملت را در بر میگیره و جاودانه خواهد بود پس این ویژگی های زیبای ملکوت خداست که او آمد تا این ملکوت را مستقر کنه امروز انسان ها اسیر گناه هستند تا زمانی که اسیر گناه هستند شیطان بر اونها اوپرانی میکنه گرچه آدم های خوبی باشند ظاهرا از منطق و گفتار خوبی برخوردار باشند هنوز در ملکوت شریر و شیطان هستند در جایی که شیطان بر اونها مسلطه و خدا و اونجا حاکم نیست حاکم مستقیم نیست اما با توبه و با ایمان بیسای مسیح و آمرزش گناهان اونا از ملکوت تاریکی به ملکوت پسر حبیب خدا منتقل می شوند پس ما هر کدوم از ما عزیزان خوانده شده ایم که ببخشید وارد این ملکوت بشیم و از ویژگی ویجگ... های ملکوت برخوردار بشیم و این ملکوت بر قلب وجود ما مسلط باشه وقتی ما در رابطه با پادشاه ایسای مسیح صحبت کنیم بله این پادشاه پادشاهی قوانینی داره مقرراتی داره قوانین او اینه که باید ببخشی باید بخشیده بشی با فروتنی رفتار کنی با ملایمت با وقت با تسلیم شدن با محبت با نیکویی با صلح کردن در این پادشاهی زندگی کنی این پادشاهی سفیرانی داره ما سفیران و ایلچیان این پادشاهی هستیم منادیان این حکومت هستیم و در همه جا از آنچه که دولت مطبوع آسمانی اراده داره و افکار او را منتقل می کنیم و دنبال افکار و اندیشه ها و دیدگاه های شخصی خودمون نیستیم ما آنچه را که باور می کنیم خواست برنامه و فکر اوست آن را اعلام می کنیم آن را منتقل می کنیم و به عنوان سفیران ما تابع ملکوت آسمان هستیم و خداوند بله سفیرانی داره ما به عنوان شهروندان حق قانونی داریم وقتی پولس به عنوان یک شهروند رومی او را کتک می زدند او می که حق شهروند رومی اینه که به طور عادلانه داوری بشه او را بدون داوری و قضاوت و دادگاهی کتک نزنند دستبند نزنند و زندانی نکنند و اجازه بدن که از خودش دفاع کنه وقتی در یک موردی به خاطر موعظه انجیل او را دستگیر کردند و او را میزدند. او گفت من رومی هستم آیا شما مجاز هستید با یک فرد رومی چنین رفتاری بکنید و اون افسر رومی مینباشی نزد افسر ارشد خودش رفت یوزباشی و نزد اون مینباشی رفت و به او گفتیش فرد رومیه حالا ارزم زمینه که ما به عنوان شهروندان آسمانی دارای یک امتیازات خاصی هستیم امتیاز, امتیاز ما اینه که آنچه را که شریر از ما دزدیده اونو برگردونن شریر حاکمیت را از ما دزدیده ما در این پادشاهی به اون حاکمیت خودمون برمیگردیم ما بر همه شرایط حاکمیم آک... مسلطیم خوشی های ما شادی های ما موفقیت های ما شریر دزدیده اونها صاحب ماست ما اونها رو برمیداریم به ما برگردانیده میشه با ایمان رو برمیداریم ما سراسر از شادی محبت آرامش خدا هستیم روح خدا قلب های ما را پر از شادی آرامش می سازه و این چیزیه که به عنوان شهروند آسمانی سهم ماست و سهم ما اینه که در پیروزی در برکت روحانی زندگی کنیم میدید خدا ما را برای پیروزی خلق کرده از اینکه ما به دنیا اومدیم میتونست افراد دیگه مثل ما باشه اما مثل که در بین همه اونها ما انتخاب شدیم ما از بین برادران خودمون خدا اجازه داده که در یه خانواده ای افراد خاصی انتخاب بشن ما برگزیده شده ایم تا در ملکوت او سهیم باشیم و بتونیم او را خدمت کنیم پس ما به عنوان شهروندان امتیازات خاصی داریم که آگاهی از این امتیازات باعث میشه که ما با جرأت با اعتماد در ملکوت خدا رفتار کنیم در زندگی خودمون رفتار کنیم یکی از ویژگی های اون اینه که ما عادل شده ایم آمرزش گناهان پیدا کرده ایم تو میتونی به عنوان یه فرد عادل با تمام دل دعا کنی به عنوان یه شهروند شهروند آسمانی حق قانونی تو برکت شفاست جواب دعاست با ایمان دعا کن و بپذیر آنچه را که دعا کردی پدر آسمانی به تو داده, داده. ایسای عیسی مسیح فرمود آنچه را که میطلبید یقین بدارید که یافته اید و به شما داده خواهد شد این حق ملکوت فرزندان ملکوته حق کسانی که شهروند آسمانی هستند آگاهی ما از اینکه شهروند آسمانی هستیم و ملکوت خدا آمده و ما در ملکوت خدا مستقریم پادشاه آمده و پادشاهی او مستقر شده دیگه هیچ جایی به شریر و شیطان داده نمیشه آنچه را که او از آدم و هوا از نست آدم و هوا دزدیده از طریق عیسی مسیح و اونها برگردانیده میشه و امروز من و شما بردار خواهر عزیز من در این حکومت و در این تسلط در این حاکمیت خوانده شده ایم حق ماست که بر تمامی شرایط مسلط باشیم و از, طرف خدا این برکت و این وعده را داریم که حکومت کنیم بر همه شرایط مسلط باشیم بر همه شرایط و با تسلط بر تمامی موقعیت ها موقعیت های بحرانی در شرایط منفی ما پیغامی مثبت داریم در بحران ها ما آرامیم و در ناملایمات ما ملایمیم و در اوج غم ها ما هنوز از آرامش و شادی عمیق درونی برخورداریم چون میدونیم که به عنوان شهروند آسمانی چه ویژگی خاصی داریم و چه دعوت بلندی داریم و این حق و سهم ماست پس برادر خواهر عزیز من عیسی مسیح آمد آنچه را که شیطان از آدم هوا دزیده بود اونا به ما برگردونه به انسان ها برگردونه اونا رو به حاکمیت بنشونه و در کنار عیسی مسیح ما پادشاهان و کاهنان باشیم با خدا و در شرایط مسلط بر شرایط خیلی وقتا اوضاع احوال مسائل آینده مسائل گذشته ما رو نگران میکنه دنیای درونی ما را به تلاطم میاره ما را به رنج ها و غم ها میکشونه برخلاف اون ما باید با اون موقعیتی که داریم بر همه اونا مسلط باشیم و با امید و اطمینان با نگاه به آینده با قلبی پر از شادی و برکت به سوی آینده نگاه کنیم و زندگی پیروزمندی را داشته باشیم این چیزیه که خدا برای ما تدارک دیده اجازه بدید یک نقطه هم در رابطه با ایمان بگم بعضیا چون میگن ایمان داریم منتظر خدا کاری را انجام بده حقیقت چیه که خدا همه اینا رو به ما داده ما رو مسلط ساخته تسلط بر همه چیزا به ما داده شده سهم ما اینه که اونا رو برداریم و بر اونا مسلط بشیم اونا اقرار کنیم و اونها رو بر اونا مالک باشیم و وقتی ما درخواستی میکنیم دعایی میکنیم ایمان چیزیه که اونو از خدا میگیره نه اینکه ایمان باوریه که خدا میاد به ما میده خدا بر روی صلیب همه چیز را از طریق پسرش عیسی مسیح مهیا کرده به ما داده شفا نجات برکت پری روح جواب دعاها برای ما مهیا شده دو هزار سال پیش وقتی عیسی مسیح گفت تمام شد یعنی همه چیز تمام شد نجات مهیا شد جواب دعاها دعا مهیا شد شفا مهیا شد ایمان دستیه که دراز میشه و این برکات را میگیره و در اونا شادی میکنه اگه در بیماری دعا میکنیم خداوند ما را شفا بده بعد از دعا میدونیم که او دعای ما را شنیده شادی میکنیم که او ما را شفا داده و در اون شادی و خوشحالی و پیروزی با نگاه به عیسی مسیح با نگاه به کلام تمام شده و که میگه همه چیز تمام شد تمام شد گناهان تو تمام شد بیماری های تو تمام شد شفا پیدا کرد ما اون شفا رو میگیریم اون برکت رو میگیریم و به این طریق بر شرایط حاکم میشیم و مسلط میشیم خواست و اراده خدا اینه که همه ما همه ما آنچه که شیطان ما اونها رو از ما دزدیده اونها رو باز ستانیم پس چقدر عالیه که ما با ایمان ببینیم چه چیزایی را شریر از ما گرفته دوستای ما رو خانواده ما رو سلامتی ما رو اطرافیان ما رو اموال ما رو شریر گرفته وقتی ما چورا میگیریم وقتی دوز گرفته میشه هفت برابر تاوان میده هفت برابر باید به ما برگرده و ما میتونیم به عنوان شهروندان بیستیم با ایمان دعا کنیم و منتظر باشیم که باران برکات و در هر جایی که چیزی از ما دزدیده شده چندین برابر به ما برگردانیده بشه این حق کسانی که شهروند آسمانی هستند در ملکوت خود هستند و حق کسانی که خوانده شدند برای حکومت برای حکومت خلق شدند در مزمور هشتم میگه نویسنده مزمور میگه که بارا کمتر از اندکی کمتر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام بر سر ما نهادی و ما را به کارهای دست خودت مسلط نمودی ما برای حاکمیت خلق شده ایم اونجا که میگه اندکی کمتر از فرشتگان در کلمه اصلی که اندکی کمتر از خدا تحت حاکمیت او خلق شده ایم به شباهت خدا در پیدایش در همون آغاز میگه ما شبیه خدا خلق شدیم مانند او متفکر هوشمند توانا قادر او ما رو همکاران میخونه ما با طبیعت خداگونه خلق شده ایم و این ویژگی ویژگی های فوقلاده که اگه انسان به اون بانچه که خلق شده از اون آگاه باشه باید در سعادت در پیروزی و در بهروزی زندگی کنه و این چیزیه که سهم ماست سهم ماست که این حاکمیت را ببینیم این تسلط را برداریم و ببینیم که خداوند ما را چه موجودات عالی و زیبایی آفریده آفریده تا حاکم باشیم مسلط باشیم بر همه شرایط و این شرایط هرچی میخواد باشه شرایط بحرانزا هنوز ما با نگاه به خدا برتر از اون هستیم و ما برای برتری و برای تسلط خوانده شده ایم. خدا رو شکر خیلی متشکرم از توجهتون به این برنامه و امیدوارم که با نگاهی تازه تر به دعوت خودتون به پیغام انجیل پیغام ملکوت خدا خود رو در اون هیتهای ملکوت خدا ببینید ببینید که ملکوت خدا بر قلب و وجود شما مسلطه در اون ملکوت زندگی کنید در اون ملکوت قدم بردارید در اون ملکوت سخن بگید و تحت تسلط اون ملکوت ببینید که افراد شفا پیدا میکنند نجات پیدا میکنند و با ایمان منتظر عمل خدا و مجری اعمال و کارهای خدا باشید و به این طریق خدا را در زندگی خودتون جلال بدید یک بار دیگه تشکر از توجه شما و میخوام دعا کنم که برکاتی ملکوت در زندگی شما آشکار بشه اگه حاضر هستی میتونی قلب تو باز کنی و با ایمان این دعا را بپذیری پدر پدر آسمانی تو را شکر میکنم برای ملکوتی که مقرر کردی برای حاکمیتی که به انسان عطا کردی برای که انسان را شبیه خودت ساختی متفکر دارای شخصیت هوشمند توانا و توانایی های بسیاری در اون نهادی برای همه اینا تو رو شکر می کنیم و برای نجات عظیم و بیمتایی که از طریق پسرت ادیسای مسیح ما رو محیا، برای ما مهیا کردی تا ما بتونیم وارث ملکوت و شهروندان این ملکوت باشیم و بتونیم با تو پادشاهی کنیم خداوند تو را شکر میکنیم و دعا میکنم عیزانم را که این برنامه را میشنوند برکت بدی حضور تو و ملکوت تو برای ما محسوس باشه در قلب و وجود آنها آشکار بشه جلال تو در زندگی عیزان آشکار بشه و تو جلال پیدا کنی به نام عیسی مسیح دعا کردیم آمین آمین خدا برکتتون بده وقت خوبی داشته باشید you